میخوام در مورد یه چیزی که یه فرهنگ توی دانمارک برای مدارس و بحث تولدهای بچه ها صحبت کنم براتون، اما اول با این صحنه پیش میریم. الان نزدیک خونه مامان یکی از دوستای آرسامم، خونهشون تو همین کوچه هست، دیدم تهش میخوره به دریا، گفتم به شما هم نشون بدم و بعد در مورد این موضوع هم صحبت کنم که خیلی هم راجبش سوال داشتم. وقتی مدارس باز میشه توی ماه آگوست، همون چند روز اول پدر مادرها دعوت میشن با معلمای کلاس به یه جلسه مثل جلسه اولیا مربیان که راجع به مسائل مختلف صحبت میکنن. یکی از این مسائل جشن تولد هاست که برای ما خب خیلی عجیب بود، که چون قبلش میفرستن موضوعاتی که قراره توی اون جلسه راجبش صحبت شه و اینکه مثلا ما میگفتیم خب مثلا چی میخوام بگن راجب تولد ها. اما جریانش اینه، همه بچه ها توی دانمارک تولداشون رو توی مدرسه هم میگیرن، یعنی اون روزی که روز تولدشونه مثلا کیک یا شکلات میارن، یا مثلا اینجا یه چیزایی هست بهش میگن فلوت بالا، ولی مثل ما تو ایران بهش میگفتیم بستنی زمستونی، از اونا میارن. خلاصه اون روز توی مدرسه توی کلاس بچه ها میتونن که برای دوستاشون خوراکی بیارن. حالا هر کلاسی یه سری مثلا قانونای خودش هم داره، مثلا تو بعضی از کلاس ها میگن اون بچه میتونه اون روز یه بازی تصمیم بگیره همه بکنن. خلاصه اینا بستگی به معلم ها داره. اما چیزی که هست، اگه بخواد کسی تولد رو یعنی جشن بگیره تو خونه، یا اینکه اینجا خیلی مرسومه که توی مثلا جاهای بازی سرپوشیده، یا مثلا حتی توی مکدونالد، توی مثلا یه سری فضاهای بیرون مثلا کنار آب، توی یه پارک، همه جا ممکنه تولدشون رو بگیرن. و این قانون توی کلاس ها هست که باید همه دعوت بشن، یعنی نمیشه آدم انتخاب کنه بگه مثلا الان آرسام پسره، 24 تا بچه تو کلاسشونن، فکر کنم 12 تا پسر 12 تا دخترن، معمولا اینطوریه مثلا عددا مختلطن دیگه. بعد مثلا ما نمیتونیم بگیم که 4 تا پسر رو دعوت میکنیم 5 تا دختر، نه، یا باید همه بچه ها رو دعوت بکنیم، یا فقط پسر رو دعوت کنیم، یا فقط دختر رو، یعنی نمیتونی انتخاب کنی. برای این که خب خودمون میدونیم چرا، چون که چقدر تاثیر میذاره، خودمون شاید تجربه داشتیم برای بچه‌مون، برای خودمون توی ایران، یا اینکه انتخاب نشی یا انتخاب نکنی، احساس جالبی نیست. اما راجب کادو هم صحبت میکنن که بچه ها چی میتونن بیارن و قیمت کادو رو هم معلوم میکنن. مثلا آرسام اینا حد اکثر میتونن هر کادو 30 کرون باشه، که تو مدرسه هم نباید بیارن اون کادو رو. کادو باید اون جشنی که مثلا بیرون میگیرن پدر مادر، اگه بگیرن، همه شاید نگیرن. بعد نمیشه که هر کی مثلا یکی بگه آره مثلا کادوی گرونتر بیاره، یکی کادوی ارزونتر بیاره، نه، یه قیمتی تعیین میکنن، همه باید تو اون رنج کادو رو بیارن. بعد بچه‌هایی که توی یه ماه تولدشونه، الان مثلا آرسام با دو سه تا پسر دیگه، فکر کنم سه تا پسر دیگه و دو تا دختر دیگه، تولدشون توی ماه جولایه. بعد خب الان مثلا ما مادرایی که بچه‌مون تو ماه جولای هم به هم دیگه نوشتیم که مثلا اگر دوست داشته باشیم توافق کنیم تولداشون رو با هم بگیریم، مثلا توی یه جای بازی، توی پارکی، توی یه جایی که بتونیم همه بچه‌ها رو دعوت بکنیم و دیگه با هم خوش بگذرونن. خیلی مرسومه که تولدا رو با هم میگیریم. خب بریم ببینیم چه تصمیمی میگیریم و با این صحنه هم تموم می‌کنیم.